بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران، سرنوشت میلیون‌ها مستمری بگیر تأمین اجتماعی چه خواهد شد؟ رکودی بعد از جهش قیمت در بازار مسکن، چرا چرخه خانه‌دار شدن در ایران تا این اندازه معیوب است؟ و نگاهی به نقش گروه‌های فشار در حادثه کوه دانشگاه تهران در سال 78. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سه شنبه گذشته در ایران روز بهزیستی و تأمین اجتماعی بود. مسئولان در حالی به بزرگداشت این روز پرداختند که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور هر روز بدتر می‌شود. فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از شاغلان به سختی از پس خرج زندگی امروزشان بر بیایند. مشکلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد هم منجر به آن شده که آینده برای این شاغلان مبهم باشد. اینکه آیا با حقوق‌های بازنشستگی که دریافت خواهند کرد می‌توانند هزینه‌های زندگیشان را بدهند؟ آیا اصلاً صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می‌توانند در آینده حقوقی بدهند؟ آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش می‌گوید، نادیده گرفتن اصول بیمه‌ای از دلایل اصلی بحران فعلی و آینده نامعلوم میلیون‌ها شاغل فعلی است. چقدر خیالتان از آینده راحت است؟ در آینده‌ای که دیگر کار نمی کنید. شما که کارگر کارخانه اید، شما که کارمندید، یا شما که پشت دخل مغازه ایستاده اید. خیلی از جاها بازنشستگی دورانیه که افراد وقت بیشتری دارن و دستشون بازتره تا به کارهای مورد علاقه‌شون برسن. مثلا بیشتر سفر برن. تو ایران اما بازنشسته‌ها و مستمربگیرا تو شرایطی هستند که باید مراقب کمترین هزینه‌شون باشند. بازنشستگان سازمان‌های مختلف بارها در اعتراض به مشکلات معیشتیشان به خیابان‌ها آمدند. می‌گویند نه حقوقشان کفاف زندگیشان را می‌دهد، نه خدمات درمانی مناسبی دریافت می‌کنند. دست کم 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد. صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از بقیه بزرگترند. صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از 42 میلیون نفر را زیر پوشش دارد. به گفته کارشناسان، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح عملاً ورشکسته‌اند. دخلشان به خرجشان نمی‌رسد و برای سرپا ماندن به دولت وابسته‌اند. یعنی نیروهای مسلح دو تا حقوق ما میدیم. یه حقوق میدیم به شاغلین، یه حقوق میدیم به بازنشسته‌ها. صندوق تأمین اجتماعی هم وضع مناسبی ندارد. مهمترین نرخی که در صندوق‌های بیمه‌ای مورد نظر هست نرخ پشتیبانی است، یعنی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی که مستمری می‌گیرند. این در ابتدا برای صندوق تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق کشور هست بیش از 25 بوده، ولی الان به حدود 5.4 رسیده که پایین‌تر از حد هشدار، یعنی 6.37 هست. در صندوق‌های دیگه حتی وضعیت بدتر از این هست. صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت به 1 رسیده، یعنی به ازای هر یک مستمری بگیر یک بیمه گذار وجود داره. کارشناسان بانک جهانی 16 سال پیش به تهران رفتند و سیستم‌های بازنشستگی ایران را بررسی کردند. تمرکز آنها بیشتر بر دو صندوق تأمین اجتماعی و کشوری بود. بانک جهانی تأمین بلند مدت منابع مالی این دو صندوق را تنها در صورتی ممکن دانست که اصلاحات زیادی در آنها صورت گیرد. این بانک پیشنهاد اصلاحاتی هم در زمینه‌های اقتصادی و بیمه صندوق‌ها داد. تشکیل کمیسیون اصلاحات بازنشستگی یکی از اولین پیشنهادهای اصلاحی بود. کمیسیونی که کاملاً مستقل از دولت باشد. از جمله پیشنهادهای دیگر، افزایش سن بازنشستگی به 63 تا 65 سال برای زنان و مردان و برداشتن محدودیت سقف سنی برای اشتغال بود. این بانک توصیه کرد که هر تغییری در صندوق‌های بازنشستگی باید با در نظر گرفتن تعهدات بلند مدت آنها باشد. به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور تصویب طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس پارسال. هدف اصلی حل مشکل اشتغال جوانان، قانونی که حمایت رهبری ایران را داشت.
این قانون در واقع حلقه بسته مدیریتی رو که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول میکشه، این حلقه مدیریتی بسته رو باز میکنه، میشکنه، راه رو برای جوانها میگشایه. این یکی از جدیدترین مواردی بود که برخلاف توصیه بانک جهانی انجام شد. تنها مورد اما نبود. درست 4 سال پس از گزارش بانک جهانی، مجلس ایران قانونی را به اسم قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب کرد. بر اساس آن، کارکنان دولت می توانند در شرایطی با کمتر از 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. این قانون در سالهای بعد به مشترکان صندوقهای تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح تعمیم داده شد. گامهای کارشناسی نشدهی که در صندوقهای بزرگ بازنشستگی برداشته شد، شرایط آنها را به مرور بدتر کرد و آنها را در انجام مسئولیتهایشان ناتوانتر. نکته ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به آن اشاره می کند. هیچ صندوقی امروز، حتی اون صندوقهایی که ما فکر میکنیم وضعشون خوب هست، قادر نیستند به تعهدات خودشون عمل کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از 2 سال پیش درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در 1 دهه آینده و به دنبال آن بروز ناآرامی هشدار داد. زمان به سرعت در حال سپری شدن است. هشدارها به مسئولان بارها داده شده، چه از سوی مشترکان این صندوق‌ها با بلند کردن صدای اعتراضشان، چه از سوی کارشناسان. شاغلان امروز می‌خواهند چرخ زندگیشان در آینده بدون دغدغه بچرخد. تضمین آینده‌ای روشن اما به همتی بلند نیاز دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. صندوق‌های بازنشستگی معمولاً حق بیمه دریافتی از کارگر، کارفرما و دولت را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا با سود آن حقوق بازنشستگان را بپردازند. در بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، این وظیفه به عهده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی معروف به شستا است. شرکتی که در سال‌های اخیر بارها عامل ایجاد جنجال‌های سیاسی شده و با وجود در اختیار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تنها توانسته 3-4% هزینه های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، آن هم با توسل به وام گرفتن. بهرنگ تاجری نگاهی کرده به وضعیت این شرکت. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی ایران است. نهادی که از ارتباطات و کشتیرانی و داروسازی گرفته تا نفت، بانکداری و بیمه، صاحب تمام یا بخشی از سهام بیش از 250 شرکت فعال در حوزه‌های مختلف است. شستا پارسال برای اولین بار ترازنامه مالی سالانه‌اش را منتشر کرد. سندی که نشون میده با وجود سهم قابل توجه این شرکت از کل اقتصاد ایران، شستا تنها بخش کوچیکی از هزینه های سازمان تامین اجتماعی رو تامین میکنه. این ترازنامه نشان میدهد از تیر ماه 1396 تا آخر خرداد 1397 شستا بیش از 32 هزار میلیارد تومان درآمد داشته، یعنی 2.2% تولید ناخالص داخلی ایران در دست شستا است. ترازنامه 12 ماهه نشان می‌دهد شستا در این مدت 305 میلیارد تومان به عنوان سود سهام به سازمان تامین اجتماعی داده و بیش از 10 برابر این رقم، یعنی 3100 میلیارد تومان هم قرض گرفته تا به سازمان بپردازد. اما این پرداخت‌ها روی هم حدود 1/20 هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌شود. سوال این است که چرا شرکتی به این عظمت هم جوابگوی نیازهای سازمان نیست؟ در کنار مسئله مدیریتی و حکمرانی که شستا داشته، نبود یک سیاست سرمایه‌گذاری درست، نبود یک بازار مالی عمیق و متنوع که بتونه سازمان سرمایه‌گذاری بکنه و مداخلات سیاسی و نگاه غارتی که به شستا بوده باعث شده که این وضعیت داشته باشیم. نباید فراموش هم بکنیم که به هر حال دولت دیون خودش رو به سازمان تامین اجتماعی از طریق سهامی داده که بسیار از اونها زیانده بودن. حالا توش سهام میخواید داشته باشید، اونی که سودده است اب نداره.
20% سهام داشته باشید، 30% سهام داشته باشید، مدیریت نداشته باشید. رئیس جمهوری ایران اسفند پارسال با دست گذاشتن روی همین مسئله شرکت‌های زیانده خواهان دست برداشتن شستا از مدیریت شرکت‌ها شد. یه چیزی داریم باز بین خصولتی و دولتی و این شستاست. این جمعش کنید واقعا. بعضی شرکت‌ها رو باید منحل کنید، بعضی ها رو باید مجانی واگذار کنید. ممکنه یه چیزی هست اصلا ضرر داره برای شما در سال. هیچ سود نداره. برای چی نگه داری؟ اینو باید واگذار کنیم به یک کسی که میتونه به بخش خصوصی مجانی بش بدیم. طبق آمار در سال 1340 به ازای هر بازنشسته 25 نفر شاغل وجود داشته، اما رفته رفته این تعداد کمتر شده تا جایی که امروز به 6 نفر رسید. بالا رفتن امید به زندگی در کنار نرخ بالای بیکاری باعث شده اهمیت شستا برای آینده سازمان تامین اجتماعی بیشتر هم بشود. در هر سازمان تامین اجتماعی یک نهادی باید متولی سرمایه گذاری باشه که پسندازها و حق بیمه هایی که امروز دریافت میکنه اینا رو سرمایه گذاری بکنه تا بتونه تعهدات دراز مدت و بلند مدت خودش رو پرداخت بکنه. سازمان های تامین اجتماعی سازمان های بین نسلی هن و بنابراین برای 20 سال 30 سال که حق بیمه پرداخت میشه باید برای دوره 20-25 ساله و بتونه تعهدات دراز مدت تامین بکنه. اگه امروز صندوق تامین اجتماعی کانادا منابع جدید جذب نکنه تو تقریبا حدود 60 سال آینده میتونه تعهدات خودش رو بده، ولی ما چنین وضعیتی در ایران نداریم. چه راه حل بهبود مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه اش باشد و چه رفتن به سمت سهامداری به جای بنگاهداری، موفقیت اقتصادی شستا برای تأمین نیاز امروز و به ویژه پشتوانه فردای ده‌ها میلیون ایرانی حیاتی است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بر اساس آمار اتحادیه املاک، خرید و فروش مسکن در ایران به شدت کاهش داشته. در تهران میزان خرید و فروش از 1 تا 24 تیر 98 نسبت به زمان مشابه سال قبل 67% افت داشته. در کل ایران تقریباً 40%. این در حالی است که روند گران شدن مسکن هم ادامه داشته و حتی در مواقعی از سرعت افزایش قیمت دلار هم جلو زده. این افزایش قیمت به این معنی است که بسیاری از ایرانیان حتی تصور خانه‌دار شدن را هم نمی‌توانند بکنند. این روند تا کی ادامه دارد؟ آیا چشم‌اندازی برای تغییر وضعیت بازار مسکن به چشم می‌خورد؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. رکود معاملات در بازار مسکن در تهران ادامه دارد. رکودی توأم با افزایش قیمت و افت همزمان قدرت خرید طبقه متوسط. انتظار می‌رفت که بازار مسکن در سال 98 رونق بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. و حالا پیشبینی شرایط آن تبدیل به دغدغه فعالان بازار شده. مسکن نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. ساختمان که لوکوموتیو صنعت هم خوانده می شود، یکی از صنایع اشتغال زاست. رونق ساخت و ساز، رونق رشته های صنعتی و تولیدی مختلف را در پی دارد. سهمش از تولید ناخالص داخلی 7% است و یکی از مهمترین دارایی ها برای ایرانی ها محسوب می شود. مسکن همچنین سهم بزرگی از سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی دارد. مرکز آمار می‌گوید که در سال 1396 43% از هزینه‌های خانوار ایرانی صرف مسکن شده. شرایط بازار مسکن در 3 ماه نخست امسال ویژه بوده. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شمار معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش تقریباً نصف شده. در این مدت اما متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران بالا رفته و نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 2 برابر شده. البته گزارش هایی از آغاز روند روبه کاهش قیمت منتشر شده. نایب رئیس اتحادیه املاک تهران میگوید که شرایط بازار تا پایان تابستان تغییر خواهد کرد. چنانچه روند کاهشی قیمت ارز ادامه داشته باشد تا پایان شهریور ماه قیمت واحدهای بزرگ با متراژ بیش از 150 متر با کاهش قیمت روبرو خواهند شد. این روند اگر تداوم یابد در نیمه دوم سال نیز کاهش 10 تا 25 درصدی در کل بازار مسکن عملی خواهد شد. اما نشانه های رکود در بازار مسکن را می توان در کم رونقی ساخت و ساز هم دید. شهرداری تهران اعلام کرده که از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه امسال شمار پروانه های ساختمانی صادر شده در پایتخت حدود 27% افت کرده.
بخشی از رکود ساخت و ساز ناشی از کاهش توانایی بانک‌ها در دادن وام و تأمین مالی پروژه‌های ساخت و ساز است. این موضوع در انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در بخش مسکن و بدهی‌های پرداخت نشده بانکی ریشه دارد. از سوی دیگر، بیشتر پروانه‌های ساختمانی پایتخت برای ساخت و ساز خانه‌ها در مناطق 1 تا 5 صادر می‌شود. عمده آنها با متراژ نسبتاً بالا که بیشتر متقاضیان طبقه متوسط قدرت خرید آن را ندارند. اون خط قرمز رنگ در حقیقت جریان نرخ ارز قیمت دلاره. برخی مانند وزیر راه و شهرسازی اما معتقدند که شرایط نوسانی نرخ ارز در یک سال گذشته از جمله عوامل مهم افزایش بیش از 100% قیمت مسکن در سال 98 بوده. شما نگاه میکنید تو بازارم میرید هر کسی به نوعی منای اون حوزه‌ای که دولت درش در حقیقت مداخله میکنه، مثل کالای اساسی یا آرد و نان که دولت با دلار دولتی اینها رو وارد میکنه و یعنی حمایت میکنه از وارد کنندگانی که در این حوزه فعالیت میکنن، اونها رو کنترل میکنه، بقیه خیلی راحت تبعیت میکنن میره. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که ادامه رکود تورمی بازار مسکن میتواند ریشه در افزایش تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته داشته باشد. پیرو این تحولات بخش عمده‌ای از نقدینگی به سمت بازارهای مانند مسکن، ارز و سکه رفته، چرا که مردم احساس کردند این بازارها جای امن‌تری برای دارایی آنهاست. همزمان بازار مسکن ایران با معضلی به نام خانه‌های خالی مواجه است. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از هر 10 خانه در تهران یک خانه خالی است. خانه‌هایی که بخشی از سرمایه موجود در بازار را گرفتند. در واقع بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های ساخته شده برای مصرف نیست و هدفش حفظ سرمایه هاست. به نظر می‌رسد که امسال هم مسکن مانند پارسال در مقایسه با دیگر بازارها بازدهی پایینی داشته باشد. شرایطی که شاید مسیر سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را در این بازار تحت تأثیر قرار بدهد. حال چه متقاضی مصرف باشند و چه به مسکن به عنوان دارایی سرمایه‌ای نگاه کنند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها و نیروهای خودسر نام‌ها و تعابیر مختلف برای گروه‌هایی است که دست کم از دهه 70 شمسی نقش پررنگی در حوادث سیاسی ایران داشتند. از حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 1378 تا حمله به سفارت عربستان در سال 1394. برخی معتقدند این گروه‌ها نمی‌توانند بدون تایید لایه‌های تندرو حکومت دست به چنین اقداماتی بزنند. این گروه‌ها در حادثه کوی دانشگاه تهران هم یکی از مقصران حمله به خوابگاه دانشجویان شناخته شدند، ولی دادگاه متهمان لباس شخصی را تبرئه کرد. محمد حیدری، روزنامه‌نگار که در آن زمان در دانشگاه تبریز دانشجو بوده، در گزارشی که کاوه مشکات تهیه کرده می‌گوید حکومت ایران در 40 سال گذشته از گروه‌های فشار به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است. وقتی کوی دانشگاه اتفاق افتاد، من دانشجوی دانشگاه تبریز بودم و خبر رو از سوی روزنامه ها خوندم. خب همه ما تو خوابگاه بودیم. این بود که خب شوک شده بودیم. این اتفاق قطعی بود برای ما که یک برنامه ریزی شده است، یک اتفاقی نیست، اینطور بگم. گروه‌های فشار واقعا دست داشتن توی حوادث کوی. چیزی هست که خودم شاهد بودم، یعنی توی دانشگاه تبریز، من اونجا که دانشجو بودم، روز بعدش تحسن شد توی دانشگاه و دانشجوها در صحن دانشگاه راهپیمایی کردن و بعد رفتن بیرون از دانشگاه و اونجا شعار دادن. به هیچ عنوان از دانشگاه هم دور نشدن، یعنی در مقابل سردر دانشگاه دی از دانشجویان دانشگاه تبریز جمع شدن و اونجا شعار میدادن. لباس شخصی ها رو به نظرم باید تاریخشون رو خیلی به ابتدای انقلاب برد. اکثر تظاهرات های اعتراض آمیزی که از طرف گروه های غیر مکتبی، حالا به تعبیر اون موقع مثلا اوائل دهه 60،
اون گروه ها میخواستن برگزار کنن، حالا این گروه ها ممکن بود گروه های چپ باشن یا مثلا سازمان مجاهدین خلق باشه یا مثلا جبهه ملی باشه، فرقی نمی کنه. هر کدوم از این گروه ها که به هر حال دیگه خودی حساب نمی شدن، دیگه قرار بود اینا تصفیه شن، میخواستن یک تجمعی تظاهراتی برگزار کنن. بلافاصله یک گروهی می اومد اونجا و بعد خبرهای رسمی که منتشر میکرد نهادهای حکومتی این بود که بله عده‌ای از مردم که مخالف این عقاید یا این نوع فعالیت‌های مثلا سیاسی هستن یا این نوع گروه‌ها هستن، اینا اومدن و مقاومت کردن جلوی اینا. حتی اخبار اون موقع رو نگاه کنید، مثلا توی دانشگاه تهران قرار هست که یک تجمعی تأسیس بشه، میبینید که خبر زده روزنامه کیهان که یک کامیونی میاد مثلا آجر خالی میکنه و بعد میره، معلوم نیست از کجا میاد این همه آجر رو برای چی خالی میکنه و بعد درگیری شروع میشه. وقتی که انقلاب پیروز شد دقیقا همین فرایندی که ما بعد از خرداد سال 76 میبینیم همون اتفاق افتاد، یعنی یک نیروهایی برای اینکه هژمونی خودشون رو حفظ کنن یا قدرت رو قبضه کنن، اینها اومدن یه گروه های غیر رسمی تأسیس کردن که با اون از اونها استفاده میکردن برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن، در این حال به لحاظ قانونی هزینهش رو ندن یا حداقل جست رفتار قانونیشون رو داشته باشن، در این حال از این گروه ها استفاده کنن. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تو این در واقع تأسیس این نوع از گروه ها مشارکت داشت و بعدها بعضی از اعضای این سازمان تو تأسیس گروه های فشار دهه 70 مشارکت داشتن، مثل آقای ذوالقدر که بعدا از فرماندهان سپاه پاسداران شد و ایشون همون کسی بود که خب تو دهه 60 هم عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و اونجا در واقع تو تأسیس گروه های فشار دهه 60 هم مشارکت کرده بود. علیه این گروه فشاری که آبروی کشور رو بردن، جنایت آفریدن تو این 30 سال، همه قوانین رو نقض کردن، همه هم دارن میگن ازشون تبری میجوین، با اینا برخورد نمیکنن. هنوز اینا هر لحظه اراده کنن با هر کسی، هر فیلمی، هر کتابی، هر حزبی، هر نویسنده‌ای، هر آدمی، هر حادثه‌ای میتونن برخورد بکنن و اینا دوستان هیچ اقدامی تو این زمینه انجام نمیدن. اما واقعیت این هست که این گروه ها، تأسیس این گروه ها در واقع پوششی بوده برای نهادهای قدرتمندی که میخواستن توی جامعه ایجاد ترس بکنن و در این حال هزینه‌ای برای خود اون نهادها نداشته باشن، که خب قطعا سپاه پاسداران یکی از این نهادها بوده. این که اون افرادی که به کوی دانشگاه حمله کردن از طرف بخشی از حاکمیت حمایت میشدن تردیدی نیست، چنین اتفاقی از طرف هیچ گروه خودسری ممکن نیست اتفاق بیفته. عده‌ای از قربانیانی که تو این حادثه مثل عزت ابراهیم نژاد که خب از جمله کشته شدگان کوی دانشگاه هست، اینها خب خانواده‌شون پیگیری کردن، بیش از همه خواهر عزت ابراهیم نژاد خیلی تلاش کرد پیگیری کرد پرونده رو و اینها به شواهدی دسترسی پیدا کردن و حتی این شواهد رو به دادگاه ارائه دادن که قتل برادرشون، قتل آقای عزت ابراهیم نژاد به دست گروه های فشار بوده. قوه قضاییه 20 تیر ماه اطلاعیه میده که میگه من دارم این پرونده اینها رو تو دستور دارم برای عزت ابراهیم نژاد. 20 سال گذشته از داستان، کی باور میکنه که ما نتونستیم ضارب عزت ابراهیم نژاد رو اگه میخواستیم پیدا کنیم؟ چرا پیدا نشده؟ ولی هر کی هست با هر مصوبه‌ای که بوده، به هر حال گروه های فشار حداقل تا زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید همچنان در حال اوج گرفتن بودن و بعد که آقای احمدی نژاد قدرت گرفت خب یواش یواش باز بینشون اختلاف افتاد و خب یه عده متحد آقای احمدی نژاد شدن و موندن و هنوزم هستن، ولی یه عده از ایشون هم جدا شدن. ولی به هر حال این تجربه رو جمهوری اسلامی کرد که این در واقع تجربه آقای احمدی نژاد، تجربه قدرت گرفتن به یه معنا گروه های فشار تو ایران هست، یا به تعبیری تجربه قدرت گرفتن طبقه جدیدی هست که آقای احمدی نژاد
نماینده اونها بود. ما با دوران دوم احمدی نژاد به شدت مخالفت کردیم و مخالف هم هستیم و از او هم جدا شدیم. گروه های فشاری که تو دهه 70 نقش اساسی داشتن یواش یواش نقششون عوض میشه. ممکنه مثلا یکیش استاد دانشگاه بشه، یکی بشه کارگردان سینما و خیلی جسشون عوض شد، چنان که بقیه شدن. مگه دهه 60 اینطور نشد؟ دهه 60 کسانی که گروه فشار بودن بعدن بعضیشون روزنامه‌نگار شدن، بعضیشون نمیدونم استاد دانشگاه شدن، کسانی بودن که رفتن مثلا خارج از کشور هستن دکترا گرفتن، ولی تو دهه 60 گروه فشار بودن. چنان که اونها نقششون عوض شد، بله گروه های فشار دهه 70 هم نقششون عوض میشه، اما اینا افراد هستن که نقششون عوض میشه. آیا گروه فشار از بین میره؟ من فکر میکنم نه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.